بعضی از این استارتی ها از من سوال کردن که شما چرا فقط به 30-40 هزار گارد ویژه و وندتا ها دستور آمدن بیرون دادین و چرا به ریستارتی ها فراخوان آمدن بیرون ندادید؟ به دو دلیل این کار را نکردیم. نمبر وان، به خاطر اینکه رضای پهلوی و مجاهدین خلق چند روز پیش با هم توافق کردن و پشت پرده با هم قرار مدار گذاشتن که از چهره رضا پهلوی در رسانه‌های جهان استفاده بشه و مجاهدین خلق توسط رضای پهلوی به کشور برگردن. اما نمبر تو که از همه مهمتر است اینه که باید شاشید تو صورت ایرانی که به خاطر دینگلوش قیام میکنه، ایرانی که به خاطر قیام گرسنگان، به خاطر تخم مرغ و مرغ قیام میکنه، باید دستشویی کرد تو صورتش. قیام ما قیام دینگلو نیست. ما ریستارتیا قیام خرد داریم. احمق، یک سال و نیمه داریم برنامه میریم که بگیم خرد و اندیشه است و ما میخوایم این بار قیام باهوش ها و با خرد ها باشه. اون وقت تو برای دینگلوت بلند میشی و از من توقع داری که میلیون ها ریستارتی رو بریزم تو خیابون که شما به دینگلوت برسی؟ طرح تغییر رژیم دست حسینیه. رژیم حسینی 700 سال پیش گفتن عوض میکنه. اینو بکن تو گوشت احمق. خوش آمدید به 84 برنامه شب بخیر ایران. 6 تا مونده. گوش کن. بی بی سی، رادیو فردا، رادیو زمانه، وایس آف آمریکا، شبکه من و تو، سی ان ان، رسانه های موجود در داخل و خارج میگن این قیام قیام گرسنگانه، ملت برای دینگلوشون بلند شدن. و وقت تو لبخند میزنی به جای اینکه حمله کنی به شبکه بی بی سی بگی بیناموس، ما برای تخم مرغ بلند میشیم، ملت متمدن، ملتی که دارای حافظ و مولوی و سعدیه، به خاطر دینگلوش بلند میشه؟ یعنی شما نگاه کن، جمهوری اسلامی میگه این قیام اقتصادیه به خاطر پوله، بی بی سی همینو میگه، اپوزیسیون خارج از کشور همینو میگن، سی ان ان همینو میگه، من و تو همینو میگه. احمق، یعنی صدای جمهوری اسلامی رو تو بیرون داره میشنوی؟ قیام اقتصادیه؟ اینی که کشته شد برای اقتصاد تخم مرغ مرد؟ 10 دفعه هم توضیح دادم آقا همیشه اشتباهات یک حکومت دستشویی میکنه تو هیکل حکومت. مشهد و قبل برنامه توضیح دادم، تو برنامه قبل، آقای اصولگراهان رئیسی برای تخریب عرضم حضور شما که روحانی این کارو کردن، یعنی روحانی، یعنی بی بی سی، یعنی من و تو، یعنی رسانه‌ای که به انگلیس وابستن. دعوا بود، اما بعدش مردم اومدن تو خیابون. برای همین منم 30-40 هزار تا از گارد ویژه‌ای که
موی گندیده هر کدومشون رو به هزاران هزار نفر عوض نمی کنم. انداختمشون تو خطر، گفتم برید تو خیابون. و بعدش هم میبینید که هدف اصولگراها یعنی مثل رئیسی گفتن یا روحانی رو میکشیم پایین، یا همون طرحی که حسینی لو داد، پادشاهی پارلمانی آخوندی خامنه‌ای به پادشاهی پارلمانی آقای رضای پهلوی، طرحی که من لو دادم، میلیاردها دلار پول و سرمایه گذاشته بودن روش، من و تو رو مطرح کرده بودن، هی من و تو میگفت رضا شاه، رضا محمد رضا شاه شهربانو، بعد تلویزیونای داخل ایران که دست سپاه بود میگفتش که دفاع غلط میکرد محمد رضا شاه که مطرحش کنه. با یادش بخیر زمان شاه، با یادش بخیر اون یارو میومد اون آنتن حرف میزد، اون یعنی تو رو آماده کنم برای این کودتایی که ما تخریبش کردیم. و زورشون هم زدن. شما نگاه کن روز اول تظاهرات 500 تا 1000 تا بچه اطلاعات و وزارت اطلاعات دیدن تو خیابون، توی این تظاهرات شروع کردن پهلوی بیا، پهلوی بیا، برگرد بیا. اینا برای چی این کارو کردن؟ برای اینکه یکی که ببینن میگیره. چون تو یه استارت گوش کرده بودی، شب بخیر ایرانو گوش کرده بودی، نگرفت. یک، پس میخواستن ببینن اگر بگیره آماده کنن برای یه کودتاهه. پس یا روحانی رو میکشن پایین یا کودتا تولید میکنن. یعنی کودتایی که ما لو داده بودیم، گفتن حالا شاید مردم نفهمیده باشن، مردم ایران خر باشن شاید. و بعد نگاه کن توی شبکه فاکس، سی ان ان و تمام رسانه ها، بی بی سی و شبکه های دیگه، 50,000 تا مردم شعار دادن، هیچ کدوم راجع به رضا پهلوی نبود. سه تایی که خودشون درست کردن، دو تایی که خودشون درست کردن، تیکه هاشو در اونجا پخش میگردن. یعنی کاری که میخواستن اون موقع بکنن که من توضیح دادم، این طرح لو رفته و ریستارتی ها چون 20 میلیون شدن نمیدیگه مملکت رو گرفت دست ریستارت. طرح بسیار ساده. از تو کودتا میکنن، تبلیغاتشون هم که کردن، یه شبکه مناطق هم درست کردن، بی بی سی هم که داره دفاع میکنه، از تو حمله میکنه و بیرون هم یه سری آدمایی که خارج از کشورن کیان، اینا که تو لس آنجلسن که تظاهرات میکنن کیان، اینا یا پولای ملت رو دزدیدن زمان شاه اومدن بیرون. یعنی دقیقاً این بچه سپاه و بسیج این دوران، حالا یه ذره مثلا 5% بهتر، به هر حال دزدیشونه که کردن. مثلا اون موقع که میگفتن آقا محمد رضا شاه دزدیشی که کرده، خود پسرش میگه مثلا 2300 میلیون دلار، فرح میگه 7800، به هر حال دزده، یعنی دزدی که دوباره میاد سر دو کار. که دقیقاً مثل این میمونه که 40-50 سال دیگه ما پسر یکی از این مسئولینی که میلیارد دزدیده و چند تا دونه هم بیشتر آدم نکشته، دوباره بگیم تو بیا برای ما بشو ولی فقیه. خب واقعا احمق نیستیم ما؟ حالا پس ایرانیایی که در خارج از کشور هستن 40 ساله اومدن از زمان شاه بیرون، میبرنشون اینا رو تو تظاهرات شرکت میکنن 500 نفر 1000 نفر اینا، و دوربین ها رو میکنن از سی ان ان و شبکه‌های دیگه و نشون میدن که اینا واو همه ملت جهان طرفدار رضا پهلوی هستن، مثلا میخوان رضا پهلوی یا مثلا خانم مریم رجوی رو این دوتا رو بکنن رئیس جمهور ایتالیا، انقدر مهمه. خب این بازی رو شروع میکنن. پس مردم میبرن تو تظاهرات در لس آنجلس، در ایتالیا، در فرانسه، بیرون، و دوربین های سی ان ان که دستش رو دست سپاهه، دستش رو دست سیستم های اطلاعاتیه، با بی بی سی و مناطق میگفتن وای ملت رضا پهلوی میخوان، تو هم جو میگرفتید این احمقای برمیگشت. این اتفاق نیفتاد. کودتایی که خونسا شد، کودتایی که من یک سال خورده پیش گفتم و واقعا از این جهت خوشحالم. پس این تبریک رو بهتون میگم برای اینکه این کودتا خونسا شد. یعنی این شوخی اولی که وزارت اطلاعات شروع کرد برگرد 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 تموم شد و حالا توی فاز دوم رضای پهلوی نمی‌بینیم که در بغل مجاهدین خلق. اولا به من ربطی نداره اصلا دوست باشن یا نباشن، هر کاری می‌خوایم بکنن بکنن، به من هیچ ربطی نداره. حالا محبوبیت دارن یا ندارن من کاری ندارم، اما قدرت مجاهدین خلق در خارج از کشور همه می‌دونن. یعنی می‌دونن سازمان بسیار قدرتمندیه، خیلی رسانه‌ها رو می‌شناسه و پول‌های هنگفتم خرج کرده، یعنی خیلی قویه. این قوی‌ترین اپوزیسیون سازماندهی مال مجاهدین خلق بوده تو این 40 سال. اینها تمام رسانه‌ها پولشون و سیستمشون رو دارن می‌ذارن در اختیار رضا پهلوی که به جای یعنی با متحد شدنشون بره رو رسانه‌ها حرف بزنه که بتونه مثلا رژیم عوض کنه، که اینا که فعلا مسخره بازیه، جوکه برای ما، به خاطر اینکه اینا این همه دست و پا زدن، ملق و شیشلق و اینا زدن، اون وقت وسط دهان دشمن ریستارت از سازمان ملل شورای امنیت صدای ریستارت پخش شد. یعنی ما حرف زدیم، صدا رو یکی دیگه برد.
جایی برد که پخش کرد که هیچ کس نمیتونه حرف بزنه و بتونن از طریق رضای پهلوی برگردن حالا تقسیم قدرت کردن. من اصلا با این مشکل ندارم، من از این مشکل دارم که شما چرا اینو مردم توضیح نمیدین؟ چرا میخوایم بتپونیم به مردم؟ مردم برای چی میخوایم بهشون بتپونیم؟ توضیح بده آقا اینجوری ما اشکالم نر. دو اینکه ما برای قیامی که شما دارید دنبالش میگردید دنبال دینگلو نیستیم، ما دنبال اندیشه و خردیم. و رژیم رو هم هزار بار بهتون گفتم، کسی که رژیم عوض میکنه منم. اینو چندین بار گفتم ولی تو مغز خرد فرو نمی کنی، بعد میری کشته میدی بیرون. ببین من از روز اول توضیح دادم تمام ریستارتی ها اینو میدونن، تمام بچه های وندتاها و گاردای ویژه اینو میدونن. توضیح دادم که من قرار رژیم رو بدون کشتار عوض کنم. تا الان هم همین اتفاق افتاده. چالش آتش ما تازه چند روز جهانی شد، یک اتفاق نادر افتاد، تظاهرات ساختگی جمهوری اسلامی یهو پروبال گرفت. بعدم ما گارد ویژه اینا رو ریختیم بیرون، گفتیم بچه ها حمله کنین. از این طرف هم یکی دو تا دونه کانال به ما کمک کردن، یعنی حیات اون کانال ها برای همه رو میزنن، نه فقط برای ما رو بزنن. ما الان مثلا کانال آمد نیوز که مال ما نیست که، کانال آمد نیوز از رضا پهلوی میزنه، از اون اپوزیسیون میزنه، از اون مال، ولی چون یه خورده صادقه مال ما هم زده، ولی چون مال ما پر انرژیه قدرته. کانال آمد نیوز 800 هزار تا بود زمانی که ریستارت رو اعلام کردن، تو هفته اول تا هفته دوم در عرض 10 روز رسید 1.5. برای ریستارتی‌ها هجوم آوردن به این کانال به خاطر اطمینانش و صادقانشون زد، اینطوری شد. حالا اگر بی بی سی و من و تو و اینا هم میزدن که الان من الان وسط تهران بودم. هموطن طرح تغییر رژیم هیچکی نداره، همینطور که بعضی از اپوزیسیون‌ها اینو میدونن و بعضی از رسانه‌ها رسما اعلام کردن تنها آلترناتیو فقط ریستارته. طرح تغییر رژیم هموطن هیچکی نداره و من از شروعی که شما حرف منو گوش کنی از روز اول تا 15 روز رژیم عوض میکنم. رژیم ایران دو هفته‌ای بعد عوض شه. سه تا تاکتیک کوچولو داره. چالش آتش تموم شد، گفته بودم بهتون یه چالش دیگه مونده. این چالش ساده ترین چالشه، یعنی خطرناک نیست اما گوش کردنیه، یعنی باید اعلام بشه و شما گوش کنید. یعنی روز یک آغاز میکنیم، 15 روز بعد کلید کشور رو میزه. اینو توش فیزیک نهفته است، شیمی نهفته است، آنتروپه، ترمودینامیک آماریه. اینا رو نمیشه فهمید، منم نمیتونم توضیح بدم. یعنی با یک حرکت زیرپوستی گامبیشاه ما میایم یک حرکت آنتروپی تولید میکنیم که در 15 روز این انرژی ها به صورت تروپ در جامعه حرکت میکنه و کلید کشور رو میزه. اینو میفهمی؟ آقا حسین بیا از اول ترمودینامیک رو توضیح بده، بیا از اول بگو فیزیک چی بوده. خب من وقت نداریم اصلا. همه اپوزیسیون ها میگن تنها آلترناتیو ریستارته، سپاه پاسداران میگه تنها آلترناتیو ریستارته، رسانه ها میگن تنها آلترناتیو و قدرت مطلق ریستارته، بسیج میگه ریستارت خار مادر ما دارد بالا، روحانی و تیم روحانی نیم نگاهی به ریستارت دوتا فوش هم میدن. یعنی کل کشور میدونن ریستارت رژیم عوض میکنه، اون وقت تو حرف شیکل بگو رو گوش میکنه. مثل اون اپوزیسیون میگفت آقای حسینی فلانه، شما چرا فراخوان نمیفرستی توی سفر؟ گفتم آخه بیشور، تو خودت میگی تنها آلترناتیو، مگه من نیستم؟ گفت بله. گفتم پس چطوری شما فراخوان تظاهرات دادین بدون اجازه من؟ از کی اجازه گرفتی تو؟ بگم بهتون؟ آها توضیح میدم. همه دنبال پوله. جوون مملکت دست خیابون کشته میشه، تو دنبال پولی. توضیحش خیلی ساده است. هموطن عزیز وقتی تو پتیشن امضا میکنی، مثلا وی پی ان، هر چیزی، فیلتر شکن، این فیلتر شکن ها 500 هزار تا که پخش میشه و تو این ازش استفاده میکنی، فلان اپوزیسیون مثل مجاهدین خلق، مثلا سلطنت طلبان، مثل اپوزیسیون های دیگه، اینا رو برمیدارن میبرن میذارن روی میز دولت مردا و وزارت های اطلاعات جهان و پول میگیره بابتش. میگم ببین ما چقدر طرف داریم، 700 هزار تا اینجوری. یا یه دونه پوستر درست میکنن که مثلا گوشت تو مشته، مشت تو چشه، یا مثلا پرچم بالاست پرچم توه. اینو همه میدونن کی زده بیرون. وقتی تو یه 700 هزار نفر اینو شیر میکنین، اون یارو میاد میگه ببین پرچم منو رد. مثل الان این پرچم ریستارتو، الان پرچم
اپوزیسیون ریستارت کاملا معلومه شکلش. فکر کن الان مثلا 5 میلیون 10 میلیون اینو مثلا بزنن توی فلان جا. خب اینطوری شما داری به این پول میرسید، یعنی بچه‌ها تو تهران دارن میکشن، فیلمش میاد بیرون، این داره پول در میاره بدون با اجازه کی پتیشن امضا میکنی؟ با اجازه کی فراخوان ها رو گوش میکنی؟ خب برو کشته میدی. خب من بعد ناراحت شم فقط. بعد تازه اینقدر پر روی میگه میگی آره یا استارت کیاله برات برون کشور عوض کن بدی دست این دوتا بیناموز. نمیکنم آجی، نمیکنم. یه سال بنا مال من نیست که، فرمان از جای دیگه میره. همونی که صدای ما رو از اینجا برد وسط سازمان ملل، دستشویی کرد تو کل اپوزیسیون ها و رسانه هایی که از ما حرف نزدن و سکوت کردن. یه مدرک ساده واسط میارم. اونی که صدای ما رو برد اونجا خودش بلد چیکار کنه. کارساز ما فکر کار ما هست کاملا. تمام روی اسارت اینو میدونن و تمام شب بخیرینایی که گوش کردن اینو میدونن. و تو اگر نمیفهمی و نمیدونی یا مشورت کن، فرصت نداری بخونی، یا گوش کن حداقل. تغییر رژیم 15 روزه دست حسینیه. دست و پا بزن تو فاز 2 و تو هنوز اینو نفهمیدی. تو فاز 2 شما باید کشته بدین، حالا میلیونی کشته نمیدین. یعنی تو همین الان حرف منو گوش کنی با 200 تا کشته رژیمو گرفتیم. اون فاز 1 بود که به شما وقت دادیم، یک سال خورده ای گوش نکردی. تو فاز 2 این، تو این فاز 2 7 حالت 10 حالت وجود داره تا 4 میلیون کشته ایرانی. انتخاب با خودته، یا گوش میکنی حرفای بچهای دیگه سارتو یا گوش نمیکنی. اون خودت میدونی اصلا برای من مهم نیست. اصلا ریسارت روش کاملا علمی بوده، شب بخیر ایرانها تا الان اومده. چالش آتش تمام شده، یه چالش دیگه مونده. بعد از این چالش اگر گوش کنید قیام بنده تایه و کشورو میگیریم. خب سر چالش آتش ما 2 ماه معطل شدیم، نتونستیم جهانیش کنیم چون این رسانه‌های بی‌ناموس سکوت کردن. 2 ماه پیش کرده بودن با همین تظاهرات رژیم عوض کرده بودیم. چالش بعدی هم اگر همتون گوش کنید، یعنی 51% نمیخواد همه مردم، 51% حرف منو گوش کنید. تمومه. 15 روزه است. حالا بشست به دامن کوتاه این یارو شاسکول خارج از کشور که خودش میگه من نه طرح رقیب رژیم دارم. خیلی احمقی تو. هی طرف داره فلان فلان گوش کن. اون میگه من تغییر رژیم ندارم. اون میگه من نمیدونم اصلا سکولاریسم یعنی چی، آریستوکراسی یعنی چی. من هیچ نمیفهمم از حسینی. حسینی حرفاش مال افلاطون و مولوی و سعدی، ما نمیفهمیم. ما گاوی نسبت بهش و طرحی هم نداریم، هیچی هم نداریم. وقتی حرف اونو گوش میکنی واقعا رفتی میکانیکی. میکانیکی میگه آقا من ماشینتو بذاری میشوشم توش. من میکانیک نیستم، من بابانم. منو به زور گفتی بیا وایسا. من مثلا دکتر دندانپزشکم، من بقالم، من مثلا میکانیکم. بعد من اونجا وایسادم میگم آقا بیار ماشینتو 2 ساعته درست میکنم، تعویض میدم درست میکنم، گارانتی 20 ساله. بعد تو میدی ماشینتو میدی به این، تو گاوی دیگه. چرا تو اسم تو رو من چی بذارم؟ ببین این که مجاهدین خلق یه بار به حسینی پیشنهاد دادن که بیای متحد، من گفتم نه. حالا میرم به یک بخاطر اینکه چهره من استفاده کنم وارد کشور شن، یا برن مثلا به اون بگن، یا حالا به رضا پهلوی گفتم با هم متحد شدن. این اصلا من از دست مجاهدین خلق ناراحت نیستم، چون اونا سازماندهی خیلی هم باهوش دارن عمل میکنن که کشور به زودی بگیرن. تفسیرشون اینه. مشکل من این نیست. مشکل من این رضا پهلوی که یه شب بغل سپاه، یه شب بغل اینه، تو بغل ریستارت نمیاد. با بزرگش ما به قدرت رسوندیم، بغلش نمیاد. حالا مهم نیست، اینا بازم برای من مهم نیست. من لو میدم. من قراره دوستانی که مردم تو ایران در جریان نیستن که من رابطه های شما رو کمر تو واشنگتن میدونم. خوشگله بابا. وسط لس آنجلس میام مثلا کل اطلاعات الان دارم دیگه. من اینجا هم. من اینا که اینجا هم به مردم توضیح میدم. یک سند بسیار ساده بیاریم. ببینید تمام جهان در جریان بود. میخوام فقط تو با یک سند بفهمی اپوزیسیون ریستارت چیه. آقایی که ریستارتی نیستی و اپوزیسیون ریستارت رو نمیفهمی، گوش کنی میفهمی و از تو کشته داده میشه. ما قول دادیم فقط به ریستارتی ها چیزیشون نشه تو فاز 2. اصلا ما قول ندادیم که شماها نمیرین. اینو یادتون باشه. من هی تاکید میکنم فردا واسه من قارت و قورت نکنین میگیم فلان. ریستارتیشی نجات پیدا کردی. تنها راه نجات ریستارت. نگفتم تنها راه نجات ریستارته و بغلیام هم همینطوری با کون گشاد آب و هندونه میشینن و ما نجاتشون. اصلا نه، این بعد تبار کشتیشی. یک مثال ساده میزنم که حقانیت اپوزیسیون ریستارت رو بفهم. ببین تمام جهان مثل بز نشسته بودن، خبردار شدن در ایران تظاهرات.
رسانه‌های جهان اعلام کردن مردم ایرانو کشتن. خوب دقت کن. پس تمام کره زمین دنبال اینن که ببینن چی شده. آمریکا اعلام کرد جلسه اضطراری شورای امنیت. یعنی تمام جهان نشستن گفتن اوه مای گاد، ایرانو بردن شورای امنیت. ببین چه مسئله مهمه. ایران رفته شورای امنیت، ای خدا. گفتن برای چی رفته؟ گفتن باید پاسخ خوب بشه. اگر ایران نتونه پاسخ سوال‌های شورای امنیت رو بده، جنگ میشه، حمله میکنن به ایران و پدر ایران در میان رژیم رو عوض میکنن. پس ببین چقدر مسئله مهمه. پس جهان منتظره که ببینه نماینده جمهوری اسلامی از خودش در شورای امنیت چه دفاعی میکنه. نماینده جمهوری اسلامی سه تا حرف زد، یعنی هر چی حرف زد تو سه بخش خلاصه بود. یکی این که خود آمریکا هم این همه کشته، چرا خودش نمیاد شورای امنیت، چرا من آورد، از این خاله زنک بازی های تفکری، خاله مردک بازی ها، ای با چرا فقط من، چرا به فرانسه حرف میزنم. این هیچ چیز مهم نبود، یعنی پیشگفتارش اصلا مهم نبود. بعد از این که گفت چرا اینا میان، چرا من آوردین، چرا من آوردین، گفت حالا که آوردین بدونی یه نفر در آمریکا هست که به رهبری اون این مردم ریختن بیرون، آتش میزنن و تظاهرات را انداختن و این آدم گفته 120 از ما رو میکشه، ما مظلومیم، ما رو نکشیم. خب سوال های سازمان ملل معلومه دیگه، کی گفته ایشون شما رو میکشه، چرا میخواد بکشه، اصلا فوکوس روی اینه، یعنی فوکوس روی ریستارت، تکلیف اصلا معلومه. گفته یعنی چهار دفعه اسم آورده از ما تو پنهانی، دو دفعه شو رسمی آورده، دو دفعه شو پنهانی آورده. پس پارت اول سخنرانیاشو گوش بده، صحبت های این آقای نماینده ایرانو راجع به اینه که آمریکا رو چرا نمیگیرید. پارت دوم راجع به سوالی است که شورای امنیت داشت سوال کرده، گفته آقا یک گروهی است به نام ریستارت، اینها توسط دولت آمریکا، اسرائیل و عربستان دارن بهشون پول میدن و قدرتمندن، اینا خیلی باهوشن یا هر چیزی هست، اینا دارن مملکت رو میگیرن. خب این خبر بسیار مهمه. بعد نگاه میکنیم که بی بی سی، من و تو، شبکه های رسانه های خارج از کشور و داخل کشور این پارت مهم حرف این آقا رو حذف میکنن، یعنی اون عدد 120 نمی نویسن. یعنی برای اولین بار یه اتفاق نادر میفته، جهان منتظر ببینه که نماینده ایران در سازمان ملل چی میگه، بعد اون چی رو میگه و بعد این چی رو نمینویسن. خیلیه، یعنی اون چی یارو گفته چی شو ننوشته لازم، نگفتن این چی جواب داد. سانسور یعنی تو یک سال خورده ای شما نکنید، تو همین چند روز گذشته وقتی که پنهانی قراردادشون رو آقای رضا پهلوی با عرضم حضور شما که مجاهدین بس، شما نگاه کن تمام رسانه‌ها دارن دعوتش میکنن، این رضا پهلوی رو با توف پرت میکردن بیرون. شما اصلا تو این 40 سال رضا پهلوی رو هر جایی میرفتم، سی ان ان، جایی فاکس نیوز، جای فلان وای میساد اینا، یارو میگفت شما، من رضا پهلوی مثلا فلانی ام، میگم شما مسخره کردین، مثلا یارو نویسنده برزیلیه، حالا چجوری چپ و راستشون داره میره این برام و برای چی داره میره. خب ثابت میشه، خیلی ساده است، تمام اخبار ما رو، بیانیه ما رو نزده. به من میگن بیانیه دادن که آقا مردم اینجوری میشه، بیانیه ما رسانه ها ندادن، به جز یکی دوتا رسانه هیچی دیگه نزده. حالا چجوری این همه مردم فهمیدن؟ از سازمان ملل فهمیدن، یعنی 7-8 هزار اومده من میگن که آقا ما شما قرار این کارا رو کنین، چیه کردین آقا، بشین گوش بده. پس داستان اول یک، این که شأن ایرانی رو نباید بیاری پایین به خاطر اینکه تو برای دینگلوت قیام نکردی. اون بچه‌ای که اونجا کشته شد به خاطر آرمان آزادی کشته شد. هر وقت فهمیدی برای آزادی، برای اندیشه، برای خرد داری قیام میکنی، در خونه ما رو زنگ بزنی، یکی هست درو وا کنه، بگه بفرمایید، خوش آمدید. اگر نه هیچ تفاوتی برای ریستارتیا نمی کنه. شما کشته میدین، حکومت رو میگیرین، تحویل ما میدین، به همین سادگی. هر کی هم اینجا دست و پا بزنه باطلاق ریستارت میره توش. اونجا باید خفشی، تو باطلاق باید خفشی، دست و پا نزنی، سرتو بالا کنی، فقط بگی هلپ حسینی، هلپ، کمک، کمک.
و این تناب ریستارت و اتسمو رو اون خوشگل پرت کنه تو بگیری نجات پیدا کنی. اینجا اون دوره نیست، 700 سال بعد این برنامه داره پخش میشه. یعنی این دفعه میخواد ترتیب بده، هر کی رو بروش وایسه میره رو هوا، کشته میدهید هموطن، اپوزیسیون ها دونه دونه شخصیتشون نابود میشن هموطن. 15 روزه ریستارت، ریستارتی ها، اپوزیسیون میلیونی ریستارت، گارد ویژه ریستارت و وندتاهای ریستارت. 15 روزه رژیم رو عوض میکنیم ما. و من برای این که به تو ثابت کنم، هم که ببینم آیا حرفای منو فهمیدین یا نه، پنجشنبه یک کوچولو ممکنه یه توضیح ممکنه یک توضیح بدیم. بعد از اینکه شورای امنیت انجام شد، 3 روز شما رو میخوام تست کنم. تو 3 روز تکلیف معلومه. اگر تو این 3 روز حرفای منو گوش کنین، از پنجشنبه به بعد، الان بعد این برنامه رو پخش کنین تو مردم، پنجشنبه به بعد من یه چیز کوچولو میگم، اونو اگر گوش کنید از 3 روز بعد کلیک میخورید، قبل 22 بهمن رژیم عوض میکنیم. اگر نه، بهمن توته، 22ش توته، همش توته تا دهنت سرویس شه، کشته بدی رژیم و بدی از سوا. اگه CIA، اسرائیلی، هر کسی به من کمک کردم، مدارکش بده رو اینترنت. اگه هر کسی به ما کمک کوچولویی کردم، بذار روی اینترنت بگه آقا ما CIA بودیم. هیچ کس اینجوری نیست. ما به تمام کشورهای جهانم داریم میگیم که راه نجات فقط ریستارته و فقط ریستارت میتونه این کارا رو انجام بده. حالا اپوزیسیون ها یه دونه استخون دیدن، شروع کردن واق واق کردن، غافل از اینکه گرگان به گله زدند. به جای اینکه مراقب گله باشن، سگها به خاطر یک استخون رها کردن گله را و کشته شد و تمام زورشون رو زدن که بخوابونن. جمهوری اسلامی میگه مردم به خاطر گرسنگی قیام کردن، نه به خاطر انقلاب. با انقلاب دوستن، فقط برای گشنگی رفتن. بعد معناتو میگه مردم گرسنگانه، مردم گرسنه، مردم ایران گرسنه. اون وقت ببین توی آمریکا راجع ما چی فکر میکنه، یعنی مردم آمریکا، مردم ایتالیا. ای واسه تخم مرغ ولشتن بدبختا، وای آخه اینا همین سعدی و مولوی و حافظ و اینا دارن، اینا آخه ببین بیچاره ها برای گرسنگی مثل تو رو مثل هوملس میبینن، یه نون بندازن مثل سگ، فکر میکنن ما سگیم، یه نون بندازن جلومون ما دم تکون بدیم. خیلی ممنون که تخم مرغ حضرتون کردی. قیام گرسنگان یعنی ریدن و شاشیدن، قیام گرسنگان یعنی شاشیدن زیگزاگ تو صورت توی مرد ایرانی، توی زن ایرانی. قیام گرسنگان واقعا فریاد آزادی، فریاد زندانیان سیاسی که الان هستن. پس اگر خواستید که به خاطر زندانیان سیاسی، به خاطر مردم، به خاطر آزادی، به خاطر خرد، به خاطر اندیشه قیام کنید، اپوزیسیون میلیونی ریستارت در خدمت شما. 2 هفته‌ای یعنی 15 روزه رژیم رو عوض خواهد کرد، کلید رو روی میز خواهد گذاشت قبل از 22 بهمن. و اگر نمیخواهید این گوی میدان به خودتان رب دارد، بنده فرمانی تا به هم ندن نمیدم. این خیلی نکته مهمه. اپوزیسیون ها هم از همین امروز دوباره صفرتون میکنیم، باز هم بخشیدیم. اگر دست به دست برای تغییر رژیم حرکت میکنید، ببینید چند بار من اینو صفر کردم، برای اینکه بعد از اینکه ریستارتیا به قدرت رسیدن، تحویل قاضی دادن، بگن چند بار صفر کردیم. رسانه ها این آخرین بار هاست که داره صفر میشه. من البته کلک دارم میزنم، من دارم یواش یواش به مردم میفهمونم چپ شما رو و دستان شما رو و همه تونم دنبال این هستین که اپوزیسیون خودتون رو مطرح کنین. اون استخونه رو دیدین، همه دنبال وقوقه، دنبال اون استخونه این، و فقط ما ایم که دنبال این هستیم که گله داره حمله میشه بهش. و چندین بار توضیح دادم و این آخرین توضیح حسینی به شماست. من میشی هستم در لباس گرگ، من جاسوس ملت ایران هستم و هر اتفاقی بیفته برای مردم توضیح خواهم داد.
به هر حال نکته که خیلی مهمه اینه که مثل اینایی که دیگه رئیس جمهور میشن رأی میارن، الان اپوزیسیون ریاست رأی آورده، یعنی در سیاسی ترین مکان راجع به ما حرف زدن. این دقیقا نشون میده که ما سیاسی ترین اپوزیسیونیم. مثلا فقط یک جایی راجع به این آدم حرف زده میشه یا اپوزیسیون که دیگه واقعا اند سیاست‌های جهانه. خیلی از ریاستی‌ها میگن که مثلا بریم شعار نویسی کنیم فلان. نه ببین، ما مثل اینکه یکی رئیس جمهور شده، حالا بگیم حالا که رئیس جمهور شدی بریم حالا دوباره کمپین انتخاباتی که بروشور بفرستیم بیرون. این کارا رو ما کردیم. اگه میبینی کسی دارن میکنه از رو ما دارن برمی‌دارن. این کارا رو ما کردیم. دیوار نوشتیم 180 هزار تا ارزم حضور شما که شعارهای محلی، حرکت‌های محلی ریستارت نذاشتیم. هر کاری که تو فکر کنی، چون تو تازه وارد ریستارت شدی و شب خیران در جریان نیستی، فکر می‌کنی که اتفاق خاصی افتاده. نه عزیزم، این کارا رو ما همه رو انجام دادیم. شما برنامه‌ها رو گوش کنی متوجه میشید دیگه ما نمی‌خوایم برگردیم به عقب، ما داریم به روی به سمت جلو حرکت می‌کنیم، رو به جلو داریم حرکت می‌کنیم. و بیانیه سوم، به این دلایل ندادم بیرون که نکنه بخوان ازش سوء استفاده بشه. حالا هر کسی با هر شرایطی در هر زمانی سیاست ایجاب می‌کنه که صبر کنیم تا شورای امنیت رأیش صادر شه و آمریکا هم کنگره هم قرار است شنبه صحبتی کنه، اونا هم رأیشون صادر شه، حرفاشون ما بشنوی، اون وقت تصمیم گیری خواهیم کرد که چه خواهیم کرد. و روی سخنمون با دو گروه هست، یعنی یکی این که مردم ایران باید اون مطلب رو بهشون بگیم، و یکی این که فرمان حمله رو به ریستارتی ها بدیم. هموطن، تنها راه نجات تو ریستارت. خواه از سخنم پند گیر، خواه ملال. بدرود. همدم و همراه منی، ریشه ظلم و ستم و بختش از جا بکنی، بختش دیر که من و تو رد بشیم از تاریکی ها، خافتی هرچی ما رو بود فرقه بودیم به نام کجا، باجه الله و دیگه بختش با دید شنا، نوبت بختش بشه هرچی بخوای و میشه زایش که میتونه دیگه صد کنه این را خوده ها، دنیا رو آباد میکنیم ما وحدت وجود یا داری استاتی من، همدم و همراه منی، ریشه ظلم و ستم و وقتش از جا بکنیم، هرچی بخوای و میشه زایش که میتونه دیگه سب کنه این را خوده ها، دنیا رو آباد میکنیم ما وحدت وجود یا وقتش دیگه من و تو قد بشیم از تو. Thank you.